در ادامه جدال انتخاباتی در ایالات متحده و در حالی که رسانه‌های اصلی که غالباً وابسته به دموکرات‌ها هستند سعی دارند اینگونه القا کنند که ترامپ هیچ شانسی برای برنده شدن در انتخابات 3 نوامبر را ندارد، اما سیدنی پاول معتقد است ترامپ باید با توجه به شواهد کافی که در دست است با استفاده قانون مصوب در سپتامبر 2018 یک فرمان اجرایی صادر نماید. همزمان رئیس جمهور ترامپ قول داد که کمپین انتخاباتی وی تلاش‌های قانونی خود را در مورد انتخابات 3 نوامبر ادامه خواهند داد. وی گفت: نه، هنوز تمام نشده است. ما ادامه می‌دهیم و ادامه خواهیم داد. ما پرونده‌های محلی زیادی داریم. ترامپ گفت که دادگاه عالی از رسیدگی به دادخواست تگزاس علیه میشیگان، جورجیا، پنسیلوانیا و ویسکانسین خودداری کرد. دادستان کل تگزاس در یک دادخواست گفت که این ایالت‌ها قوانین انتخاباتی خود را تضعیف کرده و منجر به بی‌نظمی‌های گسترده شد. ترامپ در مصاحبه‌ای که صبح یکشنبه منتشر شد به فاکس نیوز گفت: آنها وقت بسیار کمی به ما می‌دهند، اما ما می‌خواهیم آن را تا آنجا که می‌توانیم سریع پیش ببریم. کلاهبرداری، دستکاری در آرا و انجام بسیاری از کارهای دیگر. هیچ کس حتی نمی‌تواند آن را باور کند. ترامپ جلسه کالج انتخاباتی در روز دوشنبه را صرفاً گام دیگری در روند انتخابات ریاست جمهوری دانست. اپوک تایمز تا زمان پایان یافتن چالش‌های قانونی مربوط به انتخابات درباره نتیجه نهایی رقابت نظری نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت رقابت 3 نوامبر تقلب بود و گفت که دموکرات‌های محلی همدست با همتایان جمهوری‌خواه خود در ارتکاب تقلب در انتخابات بودند. ترامپ اصرار داشت این مانند یک انتخابات پایاپای نبود. به جورجیا نگاه کنید، ما جورجیای بزرگ را بردیم، پنسیلوانیای بزرگ را بردیم، ویسکانسین بزرگ را بردیم. به طی این مصاحبه گفت به مبارزه ادامه خواهد داد. در غیر این صورت ایالات متحده به دلیل ادعای تقلب در انتخابات یک رئیس جمهور نامشروع خواهد داشت. وی گفت آنچه برای این کشور رخ داده است آن چیزی است که برای یک کشور جهان سوم به وقوع می‌پیوندد. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم. من 75 میلیون رأی آوردم. بیشترین تعداد آرا در تاریخ کشور ما توسط رئیس جمهور مستقر کسب شده است. دادگاه عالی روز آدینه اعلام کرد که دادخواست ایالت تگزاس رد می‌شود و افزود که این ایالت صلاحیت طرح این دادخواست را ندارد. حدود 20 ایالت و همچنین بیش از 100 قانونگذار مجلس نمایندگان از دادخواست تگزاس حمایت کردند. در مقابل، دادستان‌های کل دموکرات استدلال کردند که بندی از قانون الکترال که تگزاس ادعا کرده است نقض شده، اجازه نمی‌دهد برای تصمیم‌گیری ثانویه در دادگاه‌ها و قوه مقننه جایی وجود داشته باشد. آنها همچنین استدلال کردند که تغییرات انتخاباتی برای جلوگیری از شیوع ویروس حزب کمونیست چین بوده است. در آخر هفته گذشته، طی یک سری توییت، ترامپ دادگاه عالی را به دلیل ابراز علاقه صفر به اتهامات تقلب در انتخابات مورد انتقاد قرار داد و وکیل ترامپ جنایلیس گفت اقدام دادگاه از نظر اخلاقی منزجر کننده است. از سوی دیگر وکیل سیدنی پاول اظهار داشت که شواهد مربوط به مداخله خارجی در انتخابات 3 نوامبر برای کشیدن ماشه فرمان اجرایی، یعنی فرمان اجرایی که مربوط به مداخله خارجی در انتخابات آمریکاست که در سال 2018 تصویب شد، توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ بیش از حد کافی است. در سپتامبر 2018 ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که میگوید طی 45 روز پس از خاتمه یک انتخابات ایالات متحده، رئیس اطلاعات ملی طی مشورت با رؤسای هر اداره اجرایی و نهاد و آژانس‌های مناسب به ارزیابی هر گونه اطلاعاتی می‌پردازد که نشان دهنده مداخله یک دولت خارجی یا هر شخصی به عنوان عامل یا نماینده یک دولت خارجی در آن انتخابات بوده است. پاول به اپوک تایمز گفت که معتقد است این فرمان اجرایی به ترامپ همه نوع قدرتی برای انجام همه کارها از توقیف دارایی تا مسدود کردن کارها، مطالبه و توقیف دستگاه‌ها، اشاره به دستگاه‌های رأی‌گیری را می‌دهد. پاول افزود تحت اختیارات اضطراری او حتی می‌تواند یک دادستان ویژه منصوب کند تا این مسئله را بررسی کند. دقیقاً همان چیزی که باید اتفاق بیفتد. هر دستگاه رأی‌گیری در کشور باید در حال حاضر توقیف شود. صراحتاً دلیل کیفری بیش از اندازه کافی برای توجیه آن وجود دارد. برای هر کسی که مایل به پرداختن به قانون و حقایق باشد، صرفاً بر اساس حقیقت و نه سیاست یا طمع ثروت جهانی. در ماه گذشته برخی افراد از جمله خانم لیندا بریکمن، رئیس حزب جمهوری‌خواه شهرستان ماری کوپه و همچنین پاول ادعا کردند که دستگاه‌های رأی‌گیری دومینیون اجازه داده است تا رأی از ترامپ به جو بایدن نامزد دموکرات‌ها تغییر یابد. دومینیون این ادعا را رد کرده و میگوید که تغییر آرا امکان پذیر نیست، در حالی که ادعا میکند هیچ ارتباطی با دولت‌های خارجی ندارد و به کارمندان خود اجازه نمیدهد در تلاش برای جمع‌بندی آرا مشارکتی داشته باشند.
پاول متذکر شد که طبق این فرمان اجرایی سپتامبر 2018، جان رادکلیف مدیر اطلاعات ملی فقط چند روز دیگر فرصت دارد تا گزارش خود را برای رئیس جمهور آماده کند. مشخص نیست که رادکلیف چه زمانی یا آیا این گزارش را ارائه می کند یا خیر، زیرا تاکنون تاییدیه عمومی داده نشده است. از زمان صدور این فرمان اجرایی، یعنی بیش از 2 سال پیش، اشاره کمی به آن شده است. پاول خاطر نشان کرد اگر رادکلیف دستور خود را صادر کند، این ذهن همه شهروندان کشور را که می‌خواهند به حقیقت و واقعیت‌ها نگاه کنند منفجر می‌کند، زیرا هرگز چنین چیزی وجود نداشته است. ما هرگز شاهد چنین مواردی در تاریخ این کشور نبودیم و باید متوقف شود. در غیر این صورت هرگز یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نخواهد شد. این دستور همچنین تصریح می‌کند که در طی 45 روز پس از دریافت ارزیابی و اطلاعات، سران وزارت دادگستری و امنیت داخلی و هر سازمان مناسب دیگر گزارشی را در مورد ارزیابی انتخابات سراسری ایالات متحده ارائه دهند. این شامل میزان تاثیرگذاری هر گونه دخالت خارجی در زیرساخت‌های انتخاباتی به طور مادی می‌شود که بر امنیت یا درستی آن زیرساخت‌ها، جدول‌بندی آرا یا انتقال به موقع نتایج انتخابات تاثیر می‌گذارد. ماتیو دپرنو، وکیل از میشیگان، در 11 سپتامبر به گریکلی، مجری اخبار عصرگاهی نیوزمکس، فاش کرد که در یک شنبه گذشته برای تحقیق درباره 16 دستگاه رأی‌گیری دومینیون یک تیم فنی را هدایت کرده است. آنها دریافتند که داده‌های رأی‌گیری می‌تواند از طریق نرم‌افزار آن، یعنی سیستم رأی‌گیری دومینیون، تغییر یابد. بر اساس درخواست ویلیام بیلی، ساکن میشیگان، قاضی دوره 13 دادگاه کوین السنهایمر در 4 دسامبر به او دستور موقت داده و اجازه داد تا از جدول‌بندی‌های 22 حوزه در بخش آنتریم تصاویر قانونی گرفته و سایر مطالب مربوط به انتخابات را مرور کند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری در بخش آنتریم، نتایج اولیه نشان داد که بایدن برنده این بخش شده است. پس از تحقیق مشخص شد که 6000 رأی ترامپ به اشتباه برای بایدن شمارش شده. در نتیجه مشخص شد که ترام برنده بخش آنتریم است. رودی جولیانی از تیم حقوقی مبارزات انتخاباتی ترام در توییتر نوشت: پیروزی بزرگ برای انتخابات صادقانه. قاضی بخش آنتریم در میشیگان دستور بررسی قانونی 22 دستگاه رأی‌گیری دومینیون را صادر می‌کند. اینجاست که دستگاه دومینیون غیر قابل اعتماد و 6000 رأی ترام را به بایدن اختصاص داده. مستقل از این حادثه، بسیاری از شاهدان قبلا شهادت داده بودند که تجربه تغییر رأی از ترام به بایدن را داشتند. با حکم دادگاه، بیلی، وکیل اوده پرنو و کارشناسان فناوری اطلاعات در 6 دسامبر در ساختمان بخش مجاز به تحقیق شدند و آنها نزدیک به 8 ساعت به جمع‌آوری شواهد تقلب در انتخابات پرداختند. جوسلین بنسون، رئیس امور خارجه میشیگان، گفته سابقا تغییر رأی از فردی به فرد دیگر یک خطای انسانی بود. دپرنو اظهار داشت: ما کشف کردیم که این درست نیست. این یک دروغ است. این موضوع بر اثر خطای انسانی اتفاق نیفتاده است. توسط یک برنامه کامپیوتری به نام سیستم رأی‌گیری دومینیون اتفاق افتاد و ما از طریق شکایتمان توانستیم به برنامه سیستم رأی‌گیری دومینیون دسترسی پیدا کنیم و تیم من یک شنبه گذشته به کارش ادامه داد و ما از آن سیستم کامپیوتری داده 16 کارت CF و 16 فلش مموری تصاویر قانونی ازش گرفتیم و ما در اداره بخش آنتریم تصاویر قانونی از جدول‌بندی واقعی دستگاه را به دست آوردیم. در نتیجه دپرنو در 7 دسامبر از ایالت میشیگان شکایت کرد. با این استدلال که تقلب در دستگاه دومینیون نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است. تیم او از آن زمان داده ها را تجزیه و تحلیل کرده است. جنایلیز از تیم حقوقی مبارزات انتخاباتی ترامپ در 7 دسامبر گفت یک تیم مستقل در ممیزی قانونی دستگاه ها و تجهیزات رأی‌گیری در بخش آنتریم شرکت کرده است. او گفت که این اطلاعات به محققان کمک می‌کند تا درباره دستگاه‌های رأی‌گیری بیشتر بدانند. او در ادامه گفت این امر به طور کلی در تلاش برای درستی انتخابات بسیار مهم است، زیرا این فقط مبارزات انتخاباتی ترام نیست که علاقمند به پاسخگویی در خصوص این دستگاه باشد. آیا آنها به وای فای متصل شدند؟ چرا این به اصطلاح اشکالات رخ داده؟ واقعا سیستمی که پشت همه اینهاست چیست؟ سخنگوی بخش جرمی اسکات در بیانیه مطبوعاتی گفت که کارمند بخش آنتریم شریل گای مدیر بخش پیتگار بود، وکیل بخش هیدر کاظم، 3 کمیسر بخش و 1 تکنسین فناوری اطلاعات بخش و 1 عضو اداره بخشداری نیز در ممیزی قانونی شرکت کردند. سیدنی پاول، وکیل و دادستان سابق فدرال، در تاریخ 25 نوامبر پرونده‌های قضایی را در میشیگان و جورجیا تشکیل داد. این پرونده‌ها از تقلب گسترده در انتخابات شکایت کردند و شامل اظهارات شاهدان قسم خورده از جمله کارشناس امنیت سایبری نوید کشاورزنیا هستند. کشاورزنیا گفت که ابزارهایی برای حمله به دستگاه‌های رأی‌گیری در دسترس است
از جمله سیستم رأی‌گیری دومینیون DYS و مجموعه و سیستم‌ها و نرم‌افزارهای دموکراسی دستگاه‌های رأی‌گیری بدون برجا گذاشتن اثر انگشت الکترونیکی. بدین ترتیب این ابزارها را کاربرهای بدکار استفاده می‌کنند تا با دسترسی آشکار به سیستم رأی‌گیری دومینیون سیستم‌های رأی‌گیری را تحت تاثیر قرار دهند و به صورت آنی و بدون برجا گذاشتن ردی از خود نتایج را تغییر دهند. مجموعه نرم افزاری سیستم مدیریت انتخابات دموکراسی EMS سیستم رأی‌گیری دومینیون از مجموعه ای از برنامه‌ها تشکیل شده که فعالیت‌های قبل از رأی‌گیری و پس از رأی‌گیری را انجام می‌دهند. علاوه بر این او آسیب‌پذیری‌های عمده قابل بهره‌برداری در این سیستم‌ها را شناسایی کرد. او توضیح داد در پشتی نوعی آسیب‌پذیری امنیتی به کاربر امکان دسترسی به سیستم برای به‌روزرسانی سیستم و آزمایش از طریق اینترنت را می‌دهد. اما همچنین میتواند برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند جابجایی آرا، حذف آرا یا افزودن رأی در زمان واقعی مورد استفاده قرار گیرد. مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، ژنرال بازنشسته ارتش مایکل فلین نیز در یادداشتی در وسترن ژورنال می‌نویسد ایالات متحده در میانه نبرد خیر و شر قرار گرفته. فلین در گزارشی که در 10 دسامبر در این نشریه منتشر شده می‌نویسد نبردی که ما درگیر آن هستیم تنها با سلاح‌های انسانی قابل رویارویی نیست. این به مداخله خدا نیاز دارد، زیرا در جنگ علیه نیروهای شر فقط خداوند میتواند پیروزی را به دست آورد. وی میافزاید به عنوان شهروندان آمریکا ما باید از رفتن به مراسم تشییع جنازه استقلال خودداری کنیم. فلین که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود اخیراً توسط رئیس جمهور مورد بخشش قرار گرفت. فلین یکی از حامیان اظهارات ترامپ در مورد تقلب در انتخابات بوده است. فلین در مقاله خود نوشته ما نمیخواهیم جهان با استبدادی اداره شود که هیچکس آنها را انتخاب نکرده باشد و بخواهند برای نابودی ما قدرت داشته باشند. ما میفهمیم که برنامه آنها چیست. سرکوب مخالفت‌ها، تحت فشار قرار دادن هر گونه انتقاد و غیرقانونی کردن فعالیت کسانی که بی قید و شرط تسلیم دیکتاتوری نظم جدید جهانی نمی‌شوند. او تأکید کرد اگر آنها با کمک رسانه‌های جریان اصلی برای اقناع کردن مردم موفق نشوند، از توسل به فریب، خیانت، دروغ‌پردازی و سانسور دریغ نمی‌کنند. اعتراض ما تقبیح تقلب توسط ما در خصوص انتخابات تنها ناشی از این واقعیت نیست که ما از دونالد ترامپ به عنوان کاندیدا حمایت میکنیم. این بیش از هر چیز نبردی برای عدالت و حقیقت است که فراتر از عضویت در یک حزب یا رأی دادن به یک نامزد است. اگر امروز ما از مقامات منتخب خود خواستار عدالت نباشیم، اگر ایالات متحده آمریکا نداند چگونه بین دفاع از قانون و قانونی کردن یک کودتا علیه شهروندان خود یکی را انتخاب کند، در حقیقت ملت ما از وظایف خود در قبال آمریکایی‌ها و نقش بین‌المللی خود چشم‌پوشی کرده است. در این صورت یک خیانت اتفاق خواهد افتاد و تاریخ همه ما و نهادهای ما و رهبران ما را زیر سوال خواهد برد.